از ساعت 15 امروز به وقت تهران تیمای لیورپول و بایر مونیخ تو دیداری دوستانه تو سنگاپور به مسافه هم رفتن. تنها 2 دقیقه پس از شروع بازی لیورپول توسط خاکبو به گل رسید. ستاره هلندی با یه فرار خوب و تو مسافه تک به تک با گلر بایر با یک ضربه پای چپ توپو به تاق دروازه کوبوند. تو دقیقه 11 بایرنیا این فرصت رو داشتن که بازی رو به تساوی بکشونن، اما تیر دروازه به کمک قرمزای آنفیلد اومد. قرمزا تو دقیقه 28 به گل دومم رسیدن روی ارسال کورنر رابرتسون و ضربه سر فندایک موفق شدن حساب کارو 2-0 کنن. بایرنیا که خیلی زود به خودشون اومدن تو دقیقه 33 گل اولو وارد دروازه لیورپول کردن. گل اول بایرن روی تو سر توپ فوق‌العاده گنبری و ضربه دقیق این بازیکن به گوشه دروازه به دست اومد. فقط 10 دقیقه زمان لازم بود تا سرژ گنبری روی حرکت فوق‌العاده از سمت چپ توپو تو دهانه دروازه به لروی سانه برسونه و اونم دروازه لیورپول رو برای بار دوم باز کنه. شروع نیمه دوم این لیورپول بود که بیشتر توپ و میدون رو در اختیار داشت، اما تمام موقعیت ها با بیدقتی داروین نونیز یکی پس از دیگری از دست رفت تا اینکه تو دقیقه 67 بار دیگه قرمز ها پیش افتادن. نفوذ عالی محمد صلاح و پاس او تو محوطه جریمه برای لوئیس دیاز گل سوم برای قرمز ها به همراه داشت. یک کنترل خوب و یک شوت دقیق از ستاره کلمبیایی کافی بود تا لیورپول 3-2 جلو بیفته. اما این پایان کار نبود و بایرن تو دقیقه 80 کارو دوباره به تساوی کشون. ارسال از کیمیش روی دروازه لیورپول و این استانیشیچ بود که در یک ریباند تونست گل سوم بایرن رو بزنه. لیورپولیا بعد از گل سوم بایرن تو یکی دو تا موقعیت میتونستن باز هم پیش بیفتن، اما بی‌دقتی‌های داروین نونیز تو این بازی قرمزا رو برای زدن گل برتری ناکام گذاشت. تا اینکه بایرن تو دقیقه 91 توسط کراتزیک به گل چهارم دست یافت. شوت پای چپ فوق‌العاده زیبای او به تاق دروازه لیورپول نشست تا بایرن بازی باخته رو با برد عوض کنه. در نهایت این بازی زیبا با نتیجه 4-3 به نفع بایرن به پایان رسید.